شکل تولید میشه. امیدوار هستم برگزاری همچه همایش های بسیار عالی بتانه در تولید اندیشه و فرهنگ گام بزرگ باشد. من میخوام در حضور بزرگانی که در این مجلس تشریف دارن بیشتر از این صحبت بکنم، فقط عنوان بحث کنونی ما را که نخستین بحث از این سیمپوزیوم است و مهمانان عزیز خدمت شما معرفی میکنم. جلسه اول ما در مورد ایجاد گفتمان است و مهمانان عزیز و دانشمندان بزرگواری که تشریف دارند به خاطر سخنرانی در این جلسه جناب پروفسور شهربانو تاجبخش استاد دانشگاه اینستیتوت استاد دانشگاه و همچنان از اینستیتوت مطالعات سیاسی ساینس پوی پاریس که در مورد امنیت انسان دوستی یعنی امنیت ارزش محور و مفاهیم و پیامدهای آن صحبت میکنند. جناب استاد آقای سید حسین اشراق حسینی استاد دانشگاه و که در مورد سیاست و قدرت در اندیشه شرقی صحبت خواهد کردند. جناب دکتر جهانگیر کرمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران پیوند دنیای سنت و جهان جدید در مکتب امنیتی هرات امکانها و محدودیت ها را به بررسی میگیرند. همچنان جناب آقای لیاقت علی امیری استاد دانشگاه در مورد ایده ها آزادانه سخنرانی عنوانش است که ایده ها آزادانه شنام نمی کنند، گسترش و تقلید هنجارها در حوزه امنیت و استراتژی بحث خواهد کردند. در نخست ما می خواهیم از جناب استاد شهربانو تاجبخش تا سخنان خود را آغاز بکنند. البته هر کدام از سخنرانان چون که برای ما گفته شده حدود 10 تا 15 دقیقه مصاحبه خواهد شد. تشکر. همینطور که آقای دکتر جان گفتن و خیلی ممنون از این دعوتتون، من همین امروز صبح رسیدم. متن سخنرانی هم که به زبان انگلیسی نوشتم، متاسفانه من لیانی هستم ولی زیاد به زبان خودمون کار نمی کنم، ترجمه شده بود و امروز بهم دادم. ولی من میخوام فقط به جایی بخونم، خیلی با کلمات واژه‌های ساده براتون این موضوعی که میخوام براتون بیان کنم و بهتون بگم. امروز صبح رسیدم، خیلی متاسفانه خستم ولی خودم خواهم کرد. البته این روزو شد یک کم کم تر بیشتر از ده دقیقه در این روزو بدونی با اجازه از حالا شروع کنیم. من همچه که آقای دکتر آدم گفتن از اسلو میام و اسلو یک فرام گفتگو بود و اونجا مقدار زیادی از دوستان از افغانستان، ایران و آسیا مرکزی بودن و از کشورهای دیگر و اونجا هم باز دوباره بحث مسئله امنیت بود و درست هر کنفرانسی که میرید همیشه مسئله افغانستان رو از سه بود میبینن. جنگ افغانستان به خاطر مشکلات بین المللیه، پس اینکه تا بخواد جنگ بشه، تا بخواد صلح بشه باید بین اکتورهای بین المللی یک تعهد بشه به خاطر که در افغانستان صلح بشه، یا به خاطر انعکاس رقابت‌های کشورهای منطقه است پس باید اول صلح در کشمیر بشه تا اینکه اینجا صلح بشه، یا اینکه به خاطر نهادها و گروه‌های افراطی و نهادها و فساد و نهادهای دولت و ایناست که در اصل باید اونم تعهد کنن. همونطور که چند سال پیش در کنفرانس هرات من گفتم، ما همیشه فکر می‌کنیم صلح باید دیگران بیارن یا کشورهای خارجی یا نهادهای از خودمون بیرون. هیچ وقت نمی‌پرسیم که سهم خودمون برای صلح گذاشتن، یعنی صلح پیاده کردن صلح، سهم ما خودمون چیه؟ و وقتی که جامعه که این همه در اون خشونت وجود داره، جامعه که در اون 40 سال جنگ بوده و در هر خانواده، در هر جامعه، منطقه نه فقط افغانستان و تمام منطقه، اینقدر خشونت هست، خشونت در دل ما هست، خشونت در جامعه ما هست، خشونت در خانواده ما هست، چطور توقع داریم که از بیرون نهادها و گروه های خارجی برای ما صلح بیارن؟ واسه همین که من فکر کنم ما باید واقعا مفهوم دیگری بسازیم، مفهوم امنیت، اوردن امنیت، ولی نه از بالا و از بیرون، ولی از پایین، از بالا، از خودمون، از دل خودمون. و این ممکنه هم مفهوم مکتب امنیت هرات باشه. و در اصل سال 94 در گزارش توسعه انسانی UNDP که بخش عمران توسعه سازمان ملل هست، مفهوم امنیت انسانی رو پیشنهاد کردن. ببخشید من از آب بخورم. مفهوم امنیت انسانی یعنی اینکه در اصل امنیت نه فقط عدم خشونت باشه، یعنی در اصل یعنی امنیت روزمره،
ولی نیازهای دیگری هم هستن که مثلا به عنوان امنیت غذا و محیط زیست و اینا که باید دولت اینا رو فراهم بکنه. من فکر کردم که ما حتی اونم کافی نیست. برای که ما یک مفهوم دیگه لازم داریم که در اصل تکیش رو ارزش ها باشه، نه روی نیازهایی که من آدم ها دارم. و این نیاز این ارزش ها هم ارزش ها باشن که در اصل صلح جو زورآور باشن و این ارزش ها ارزش های اخلاقی باشن، ارزش های باشن که در اصل از خود ما، از دل ما، از قلب ما باید اینا احیا بشن و اینا ارزش های انسان دوستی باشن که در که بعد واسه همین من مفهوم انگلیسی Human Security نه Humane Security یه ای اضافه کردم که یعنی از فرد رفتیم به انسان دوستی که فقط یعنی امنیت انسانی نباشه، امنیت انسان دوستی. و من خوشم اومد از ترجمه که کردن، ممکنه کسی ترجمه دیگه بگه ولی گفتیم امنیت ارزش دوست ارزش محوری یا اینکه امنیت انسان دوستی برای Human Society. این سکیوریتی چیزیست که الان خیلی هیچ کس روش کار نکرده و این واقعا میتونه یه کاریست که بتونیم اینجا با هم بکنیم. این به عنوان یک الگوی باشه برای عدم خشونت از طریق اخلاق، اخلاق روزمره، اخلاق که ما خودمون بتونیم اینو پیشنهاد بکنیم. در اون کنفرانس که 3 سال پیش بود، استاد اکبر که روشون شاد آخرین سخنرانیشون بوده یاد دارید اینجا بودن، گفتن که امروز ما یه جواب فرهنگی لازم داریم. مشکل هم هستش که امروز جوری که در اسلام ما حتی تدریس میشه، یعنی که اصلا ازش بحث میشه، بیشتر به عنوان اطاعت از قوانین است، درست؟ و نه اینکه به عنوان یک دونه اخلاق دین، یعنی یک دونه الگوی اخلاقی. و ما باید برگردیم به همون جوهر خود دین که در اون اخلاق است، نه فقط اطاعت. و من خودم چند سال پیش در اون کنفرانس هرات گفته بودم که در اصل ممکنه که در یه چیزی که از خود منطقه خودمون میاد، من عرفان خودمون، ما باید به اون رجوع بکنیم و از اونجا ارزش‌های عرفانی رو بگیریم به عنوان الگوی اخلاقیمون. و البته یه کسی تو سالن اونجا گفتم خانم منظورشون عرفان خراسانیه، عشق خراسانی گفتن، به خاطر اینکه عرفان دیگه هم هست، عرفان شریعتی هست، عرفان قبالی هست، ولی اگر ما از خودمون از خراسان بگیریم عرفان خراسانی عشق و بعد یک اخلاق فردیه و هر کسی مسئولیت داره که به خودش به دیگران خوبی بکنه و این میتونه تبدیل بشه به یک حالت یک تعبد یک موومنت عدم خشونت. خب الان و که در که بر مبنای مهربانی باشه. خب اتفاقا در شرقم در مذهب میخوام در غربم الان یه خلای معنویت وجود داره که الان ریشه هاشو دارن در ریشه ها بدونید. من این جمله رو بخونم، من خوب ترجمه شده بود. خلای معنویت که منبع خشونت به شما میرود تنها مشکل جوامع اسلامی نیست، اونها هم در عدم آگاهی از خود، کم شدن مهربانی، محبت در نتیجه های ریشه های خشونت در نبود و یا دست کم در کاهش محبت قرار داده. در اون چیزیست که فرانسوی ها به آن امقویمان، یعنی به عنوان جواب فرانسوی به آن امقویمان میگویند، یعنی بیداری معنوی و آگاهی از قدرت شفابخش محبت میگویند. اگر بنیادگرایی از اهل سرچشمه میگیرد، شاید شکست آن با عشق باشد که از دل میجوشد. در این منطقه در تصور خودمون به این حالت کشف میگوییم، یعنی بیداری به آگاهی قلب، نه به عقل، به این معنی که گشودن دروازه های قلب برای جاری شدن حق در آن. خب یعنی من فکر میکنم که در اصل با یک کلمه که امروز با عشق میتونیم جلوی افراطی‌گرایی بگیریم و این تنها راه حلی هستش که میتونیم که پیشنهاد بکنیم برای اینکه قشون و تفنگ و اینا جلوی افراطی‌گرایی تمام منطقه نمیشه گرفت. و بعد سال پیش وقتی 3 سال پیش این موضوع رو ما پیشنهاد کردیم، منتقد هم زیاد بودن، کسان رو بودن در افغانستان چندین مشکل رو پیشنهاد کردن. یکی بعضی ها گفتن که ما در اصل داریم بازگشت به ارزش‌های اسلامی، بازگشت به گذشته است. خب یعنی در اصل بیدیم باورن که اگر که عقبگرد است در این کار، درسته؟ اگر یعنی مقابله با مدرنیزمه که من فکر نمی‌کنم که اینطور هست اصلا، به خاطر اینکه به جای احیا کردن ارزش‌های اسلامی یا عرفانی پیشنهاد کردن که برو خرد و عقل کار کنیم. خب فیلسوفا معلومه و ولی من فکر می‌کنم که جای اونو نمیگیره. ما الان رو عقل و رو نهادها زیاد کردیم کار کردیم، رو دل و روح خودمون کار نکردیم و بعدش هم این جوامع ما با
و شما به قول شما بصری هستن بخوایم نخواهیم. یعنی الان من ازبکستان بودم یک سروی گذروندیم از مردم پرسیدیم که بیشتر ارزشاشون از چی منبع میدن و گفتن از دین. یعنی ارزششون جوامع مهمه براشون. واسه همین که باید خود اسلام و عرفان تلاش بکنیم نه اینکه بذاریم کنار و فقط به طرف عقل بریم. بعضی هم ترجیح دادن که برگردیم به فرهنگ و ادبیات و همینطوری که آقای دکتر مناجی گفتن در منطقه در اونجا یعنی نه از طریق دین و از طریق ادبیات یک الگوی جدید پیشنهاد بکنیم که اونم بسیار خوب است ولی به نظر من بازم باید با اسلام کلنجر بدیم برای که اگه ما این کارو نکنیم دیگران ممکنه که بدجوری تعریفی بکنن و واسه همین ما باید ارزش واقعی اسلام و دین رو دوباره احیا بکنیم و ادبیات و فرهنگ بدیم. چه چیزایی میتونیم در این ببخشید یک گروه دیگه هم گفتم که این کار یعنی در گوشه‌گیری ترک دنیایی که اصلا همچی چیزی نیست خود بخشمنجا میدونید که خلوت در جمعیت میدونم که این میتونه اصلا نوعی ما بشه در جستجو امنیت انسان دوستی چه چیزایی ما میتونیم به دست بیاریم؟ یکی خب عشق هست که چیزیست که میدونید هر کسی عاشقه نمیتونه به کسان به کسی که اگر شما به خدا عاشق باشید هیچ وقت نمیتونید به کسی که خدا خلق کرده خوشنط بکنید. این فکر میکنم این مهمترین موضوع است از اول ببینید. وحدت در باور تصوف وحدت رو وجود داره که اگه همه ما یک انسان ها یکی هستیم نمیتونیم به دیگران باز خوشنط کنیم به خلل برسونیم. خدمت خالصانه به دیگران فتوحات فداکاری جستجوی حق درک دیگران یک دلی مهربانی تمام چیزاست که میتونن از این ارزش‌ها ما میتونیم بهره گیری کنیم. پیوست به عشق الهی باعث میشه که انسان نفس خود را فراموش کنه و در دلش آرامش برقرار کنه. گفتگو هم دیگر پذیری امکانیت و اینا. در اصل ما کاری که باید بکنیم که در اصل اخلاق فردی و انرژی عشق را در تفکر دوستی و کردار شایسته او گفتار شایسته اینا وارد بحث‌های امنیتی بکنیم یعنی در از ارزش‌های امنیت هم صحبت بکنیم نه فقط نهادهای امنیتی دارم و این با این کار حتی پیشنهاد میکنم که ما در برابر غرور مردانه که بیشتر به طرف قدرت میرود لطافت زنانه و حس شاعرانه عارفانه و عاشقانه که همین در کوه شما هستش اینجا بیاریم توی بحث امنیتی. حالا چیکارا درست پیشنهادهای خیلی مشخصی هم دارم که میتونیم که شروع بکنیم که این موضوع رو بحث بکنیم اصلا بحث ارزش ها رو در جامعه را بندازیم از جوانان استفاده بکنیم که با پیرایی وجود دارن پندایی که هست در جامعه در خود ادبیات و فرهنگ و ادب و مذهب خودمون جمع آوری شود از طریق میدیا و سوشال میدیا بحث بیشتر شود بعد میشه حتی از مردم پرسید به نظر شما مفهوم عشق چیه؟ وقتی شما میپرسید مفهوم صلح چیه؟ فوری میرون میگن ما باید اول باید طالبان باشه بعد باید نمیدونم فلان یه ها ولی وقتی میپرسید مفهوم عشق چیه؟ آخر داریم میپرسید مفهوم صلح چیه؟ ولی جوری دیگه این داریم وارد میشید و من میخوام آخرین چیزی که بگم که من الان استاد نشسته بودم بین دو نفر که یه نفر که تجربه گفتگو یعنی خودش یک از سخنانهای سخنگوی طالبان بود قبلا که در اروپا داره زندگی میکنه الان با یک خانمی که الان از خانمهای فعال افغانستان هستن بحث میکردن و بعد اون آقا گفتن که شما میدونین که مثلا برای چی ما رو برادر اینقدر خشن است شما زندگی خودشون میدونین که چطور مثلا اورفن بود بعد یتیم بود و چجوری در وطن ما در نمیدارم کجا کشتن چه کارهایی بینا کردن شما میدونین که برای چی مردم اینطوری خشن شدن و خانم این خانم هم گفت اتفاقا ما مشارکت زن ها در این موضوع نه فقط به عنوان زنه ولی به خاطر گوش کردن و کمپشن و شناختن هم میگن مثلا اینکه اگه همدیگر بشنویم بدونیم برای چی این خشونت هست ما فکر میکنم از اینجا میتونیم این موضوع رو بحث شروع کنیم یعنی امنیت رو از پایین از گفتگو شروع کنیم. خیلی ممنون. ببخشید. شکر جناب دکتر تاجبخش. البته قبل از آغاز برنامه من در آخر سالون شیش تا بودم و به سمتور و دکتر امنیتی راه نگاه میکردم و میدونم که شاید آنچه که در باراست نشانی از تمدن باشه و این صوفی که در داخلش داره و سما مشغول است رابطه ما بین
این تصویر و مکتب امنیتی هرات برای من دشوار بود که پیدا کنم یا تبیینش بکنم. اما با بله با آنچه که دکتر تاجبخش گفت، اسم بور برای من مفهوم بیشتر پیدا کرد و رابطه ما بین امنیت ارزش محور و انسان محور یا انسان دوستانه و مکتب امنیتی هرات برای من مفهوم بیشتر پیدا کرد. بسیار تشکر باز هم جناب دکتر. حالا از استاد سید حسین اشراق حسینی تقاضا میکنیم تا سخنرانی خودم آغاز کنیم. هر جای راحت هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم و سپاسگزاری میکنم از دستان در کاران انستیتوت مطالعات استراتژیک و ویژه جناب دکتر مرادیان و همکارانشان. طور که مطرح شد، ما در همی ده پانزده دقیقه امکان داره که بحث خود را در رابطه با مفهوم سیاست و قدرت در اندیشه شرقی خدمت شما ارائه بکنم. گرچه این بحث یک بحث طولانی و پیچیده است و همچنان متن را که ما آماده کردیم هم بسیار کلان است و ما فشرده و اشاره در این مورد ارائه خواهد کرد. مرزبندی اندیشه های فلسفی سیاسی میان شرق و غرب ابدی نیست. زمان اعتبار پیدا میکنه که خود و دیگری وارد گفتمان های قدرت شد و همچنان بحث فروتری و برتری بر بنای تمایز جدی شد. موقعیت های جغرافیایی هیچگاه مانع داد و ستد معرفتی و تجربه های ناشی از آنها نمیتونند شود و می خاطر است که نشیده کیتارو فیلسوف معروف ژاپنی پایه‌گذار مکتب کیوتو یک بحث جدی و جالب در ایشان میگه که فلسفیدن یا فلسفه نه غربی است نه شرقی است بلکه جهانی است. در دورانهای قدیم، در دوران باستان هم از دیوگنس پرسان کردند که اهل کجایی؟ ایشان جواب داد که اهل جهان هم. و می خاطر است که امروز بحث میان فرهنگی از گفتمان های مهم در عرصه‌های فلسفی و فرهنگی شمرده می شود. گرچه تمایز شرق و غرب از دورانهای دور مطرح بود، اما چهره جدید این تمایز و جدایی با ظهور کانت و خودنمایی میکنند و جهان دوپاره وارد تحلیل های فلسفی و سیاسی میشه. و گونه یک سو غرب اعتبار میکنند و در سوی دیگر هر آنچه غرب نیست شرق اعتبار میشه. جاذبه فلسفه کانت یک توهم را وجود آورد. بویی که مطرح کردم که در شرق ظرفیت فلسفیدن نیست یا شرقیان قدرت فلسفیدن را ندارند. این بحث یک بحث دروغین است. واقعیت نداره، با واقعیت فاصله داره. سنت‌های فلسفی سیاسی در بسیار غنی در بین النهرین، در مصر، در هند، در چین، در ایران تاریخی پشتوانه های تاثیرگذار مانند قوانین حمورابی، اوستای زرداشت، منشور حقوق بشری کوروش، تاود چنگ لوتسه، تعلیمات کنفوسیوس، هنر رزم سندزو، آرتاشترای کاتیلیا و انبوه از منابع حکایت از این میکنه که پرداختن به سیاست و قدرت در اندیشه شرقی سابقه بدرازای عمر تمدن بشری دارد. سخن گفتن در این باب ممکن به اندازه تفلسف در سیاست که افلاطون تأسیس کرده
در شب قیاس پذیر نباشد، یعنی متفاوت باشد. اما شک وجود نداره که با همین پیش زمینه که من عرض کردم، در شرق پرداختن به سیاست و قدرت شک وجود نداره که نبود و نمود داره. ریشه های فلسفه سیاست و قدرت در اشکال متنوع در دل تمدن های سومری، ایرانی، هندی، چین و تفسیرهای متنوع متناسب با سنت های فکری اونها دیده شده و دیده میشه. و می خاطر است که اگر قرار باشه ما بازخوانی کنیم و پیدا کنیم و جستجو کنیم که مثلا چگونه متفکران شرقی اندیشیدن در ارتباط سیاست و قدرت و امنیت، یک کار بزرگ، یک پروژه عظیمی را می طلبم. من در این بحث دو سه تا نمونه کوچک را اشاره می کنم و بعد بحث خود را جمع می کنم. همطور که جناب دکتر فرمودن، در این حوزه خراسان ما چند تا فیگور مطرح داریم. یک، ابونصر فارابی، با وجودی که فیلسوف بزرگ بوده، ایشان همچنان بر معاصران خودش و بعد از خودش هم نه تنها در شرق که در غرب هم اثر گذار بود. و ترجمه آثار فارابی شما میدانید که خیلی ها معتقد هستند که سه تا چهره فارابی، ابن رشد و ابن سینا بر رنسانس اروپا به نحو اثر خودش را داشت. دو، ابن سینا که هم معروف است به فلسفه شرقی، ابن سینا و همچنان خواجه نصیر الدین طوسی. فارابی در کتاب سیاست خودش، همچنان سیاست مدینه، برای مدینه فاضله یک مدینه جماعیه یا مردمی را، یک رژیم مردمی را پیشنهاد میکنم. او به خاطر از است که میگه اگر قرار باشه ما به نظم سیاسی برسیم، این نظم سیاسی میان دو مفهوم باید یک موازنه ایجاد کنه، قدرت و عدالت. و می خاطر است که عدالت را به عنوان یک پایه اساسی نظم سیاسی در نظر میگیره. همچنانشان در رابطه با شهر خوبان خودش، همین مدینه فاضله، بحث حکومت با حکمت را جدی میگیره و همیشه بحث مثلا فرمان روایان حکیم یا حکیمان فرزانه را پیشنهاد میکنه. در الگوریتم مدینه فاضله فارابی امکان دارد اولین بحثی که مطرح شده یا در میان همه متفکران جهان اسلام، بحث تقسیم عادلانه منافع و خیرهای عمومی است که باید این میان همه شهروندان مدینه فاضله و تقسیم شود. و نحو اگر قرار باشه که در حوزه سیاست و قدرت پایداری مطرح باشه و دوام قابل بحث باشه، بحث عدالت و تقسیم عادلانه خیرها در جامعه بسیار مهم است. از اگر بگذاریم بحث دیگری در که باید مطرح کنیم، نظر پردازی ابن سینا است. ابن سینا را مطرح میکنند که ایشان متفکر و فیلسوف آن وقت شده، با وجود از اینکه به اندازه پرداختن به مسائل علمی و فلسفی که داشته در حوزه‌های سیاست زیاد خلم فرسایی نکردن، اما در دارای اندیشه سیاسی بودن، اما در اشارات و تنبیهات در فصول آخر، فصل آخر، و هم در اثر مهم شفا، بحثای مربوط به سیاست و قدرت و ضرورت خردمندی و حس عدالت را در یک جامعه، بر یک حکمران و بر یک نظام حکومتی مطرح میکنند. و می خاطر است که ابن سینا رو میگن که یک مقدار با پیشکسوت خودش فارابی متفاوت می اندیشیده. او ایدئال داشت و دنبال یوتوپیای مدینه فاضله بود، و اما ابن سینا رو میگن که متمایل به واقع‌گرایی بود. در این واقع‌گرایی دو مفهوم بسیار مهم را در آثار خودش ابن سینا مطرح کرده: بر اسمت شناسی تفاوت و همچنان تعمیم تعاون
ایشان میگه که اگر قرار باشد در یک جامعه برای بقای مشترک تلاش صورت بگیره، باید تفاوت به رسمیت شناخته شود و میان شهروندان تعاون وجود داشته باشد. و همچنان عدل بسیار مهم است، چون جامعه بر اساس قراردادها ساخته میشه. این قراردادها باید بر بنای عدل باشه و قانونگذار و اجرا کننده هم باید تجسم عینی از عدالت باشه. و هر ترتیب بحثای در این زمینه زیاد است و ایشان یکی از کسایی است که حتی عفت، حکمت و شجاعت را میگه اگر با هم جمع شوند از درونش عدالت بیرون میشه و زمامداران باید برای درخشش سیاست معنوی از همین گذرگاه تلاش کنند. خواجه نصیر دنیا توسی معروف است، ایشان استاد البشر لقب دادند. ایشان ظرفیت بلند بزرگ در ریاضیات، فلسفه، کلام و همچنان در سیاست و اخلاق ناصری ایشان مهم و پرآوازه است. ایشان در حوزه های فکری و حملات آدم های بسیار مهم و قدرتمند، غزالی، فخر رازی، شهرستانی در جدال فلسفی با اینا روبرو شده و پاسخ گفته و تقریبا میگن که خواجه نصیرالدین طوسی در احیای دوباره حیات عقلی جهان اسلام نقش بسیار مهم بازی کرد. خواجه نصیر هم در رابطه با کارویژه نظام سیاسی عدالت را مهم میشمارد و همچنان همون بحث معروف وضع شی فی موضع شی در جایگاه خودش نو شایسته سالاری را سرش بحث میکنند. خواجه نصیر به عنوان یک فیلسوف اخلاق در باب امنیت اجتماعی بحث‌های بسیار مهم و جدی دارند. ایشان میگه که اگر قرار باشد امنیت در یک جامعه حفظ شود، از آشوب‌های اجتماعی جلوگیری شود، عدالت بسیار مهم است. از نظر ایشان هم افراد و هم اصناف باید در میان خودشان انصاف داشته باشند و بر بنای عدالت رفتار کنند. بعد ترتیب ایشان را میگن که نظریات خواجه نصیر هم برای مدیریت قدرت، برای دفع خطر دشمنان خارجی، از میان سه نظریه ای که صلح‌گرایی و واقع‌گرایی و جنگ عادلانه است، بیشتر به جنگ عادلانه توسل می‌جوید و تقریبا از جمله کسایی است که برای دفاع، برای مدیریت قدرت، نوع رابطه اخلاق و قدرت را با هم در هم تنیده می‌دارد. این نمونه هایی بود که من خدمت شما عرض کردم در آموزه های فیلسوفان، در آثار معلمان اخلاق، در سیاستنامه ها، در آیین‌نامه های کشورداری. بحث پرداختن به سیاست و قدرت به وفور دیده میشه. اما این رو باید در نظر بگیریم و به اصطلاح قابل بحث بدانیم که روایت شرقی هیچگاه یکسان و یک گونه و در قالب یک روایت نیامده، با وجودی که خصوصیات عمده مشترک در میانشان بوده که اگر دوست دارید مکان بشید پر یاد میکنم. و همین خاطر است که مثلا عده ای از متفکران مسلمان مثل که من یاد کردم، فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، خیلی کسایی دیگر، سیاست و قدرت را با حکمت و عدالت در رابطه می دانند. اما عده دیگر مثل ماوردی، غزالی، ابن خلدون، فضل الله خنجی از تغلب، از غلبه هم سخن می دانند و از شوکت سلطانی حرف میان میارند و همچنان برای جا انداختن شوکت سلطانی استفاده از نام دین را هم ناموجه نمیدانند، که متاسفانه در طول تاریخ در جهان اسلام بعد از دوره هایی که مثلا بگونه آدم میشه سرش میان حکمت و عدالت یا مثلا دانش و قدرت ورزی اینا بحث کنم، و بعد از اون همه یعنی وسیله زورمداری و شرکت سلطانی و خیلی از متفکران مسلمان مانند غزالی یا بقیه هم توجیه کردن. پدیدارشناسی قدرت و سیاست این را نشان میده که در شرق
با وجودی که ویژگی های متفاوت، کرایت های متفاوت، نگاه های متفاوت وجود داشتن، اما نوع همگونی های عمده به چشم میخوره. او چی است؟ او ایست که یعنی تقریبا یک نوع غلبه گفتمانی را دو بحث اینجا منحصر به خودش کرده بوده. جهان بینی هایی که این قدرت وابسته و جهان بینی هایی که غالبا اونا پشتوانه های متافیزیکی داشتن، از دین استفاده می کردن. و دو، مدل قدرت مدل مخروطی بوده، یک سلسله مراتب بوده که همون شوکت سلطانی رو به نحوه توجه می کرد. بدون مثلا نقش تاثیرگذار جامعه مدنی و حوزه عمومی پیش می رفتن و این واقعا در همه دوره ها، در همه زمانه ها حتی بازتولید می شدن. در این حال هم در کشورهای مثلا مانند افغانستان یا کشورهای دیگر شما می‌بینید که اگر شعارهای دموکراتیک هم مطرح میشه، چون ساختار متحول نشده و گفتمان عوض نشده، دوباره استبداد، دوباره اون مدل‌های مثلا مخروطی قدرت باز تولید میشه و خودش هم نشان میده. مشکل دیگری که در شرق خودش هم نشان داده است که و این موجب استعمار چرا شد؟ وقتی ما مدعی هستیم که تفکرات فلسفی بوده، پرداختن به سیاست قدرت بوده، تدبیر بوده، مثلا پشتوانه‌های هنری بوده، عرفان بوده، نمیدانم چین بوده، هند بوده، اینا چرا استعمار آمده؟ اما هند بزرگ با او هنر و عظمت فرهنگی خودش را استعمار کرده یا در حوزه‌های مختلف. تصور شد از قدرت همونطور سنتی باقی مانده، یعنی متفکران شرقی جنس جدید قدرت هم تحلیل با او پیمانه که باید میشد نکردن. از اون ماهیت سیاسی و سیاسی نظامی که داشت فراتر نرفتن. بحث ابعاد مثلا اقتصادی و فرهنگی قدرت را بیشتر مورد توجه قرار نداره. و این خاطر است که جنبه های ریان قدرت را که جنبه های نظامی و باید پوشش سیاسی بودی را مورد اهتمام قرار میدن. در حالی که قدرت هم چهره جدید به خود گرفته بود و هم پیچیده شده بود و به قول معروف نوع چندسویگی قدرت فرا گرفته بود و باید بر اساس همین چندسویگی تحرکات و اصلاح پرداختن و سیاست قدرت شکل دهد. عاملیت سیاسی در غرب همونطور بر همه شما معلوم است و گونه بعد از رنسانس مشکلش حل شده بود. حوزه عمومی از حوزه خصوصی تفکیک شد، جامعه مدنی به عنوان پهنه اقتدار اجتماعی در برابر قدرت سیاسی خودش نشان داد، حکومت به مسابقه امر دنیایی بیرون از خیمه ایدئولوژی دینی در قرارگاه خودش واقعیت. اما در شرق با وجود از اینکه بحث لزوم عدالت در امر سیاست و قدرت که از طرف متفکرین بزرگ مطرح شد، این بحث عدالت مانند عدالت مارکسی یا راولزی یا مکنتایرین است. نوع عدالت نوع شایسته سالاری سلسله مراتبی اخلاق مدار بود که معطوف به حاکمان بود. سیستم و حکومت و اداره را بیشتر مورد توجه قرار نمیداد. و این خاطر است که گردش قدرت بر بنای بازی برای جمهوری چندان خوب شکل نمیگیرد و نمیگیرد. ایجاد میکنه که نوع تغییرات بنیادی یا همون شفت پارادایم صورت بگیرد. بازخوانی آموزه های عدالت محور پروفسور فرمودند. درست است که در جامعه ما مثلا سرچشمه ها هست، اما این سرچشمه ها باید بازخوانی شود و به اصطلاح پیچیدگی های جدید با او در هم تنیده شود. و بیشتر از اینکه ما قرائت های فرد محور برای تحول داشته باشیم، بیشتر برای تغییر در ساخت اجتماعی کار بکنیم تا این توسعه خودش نشان بده. قدرت او از چهرهش او افسونی که است برداشته شود و غلظت تکلیف محوری که هنوز هم
سایه سنگین خودش را در جامعه شرق انداخته با واسطه حق محوری مبتنی بر مسئولیت شهروندی ترتیب شود. در غیر از اون اگر ما وضعیت را یک قسم بگیم که مثلا حالا افغانستان که جزء همون فراستان شما فرمودیم همین معنا مورد نظر قرار بدیم که یک تحولات آمده و فساد طالبان شده و قانون اساسی خوب داره ما مثلا از قانون اساسی خیلی کشورهای پیشرفته در نوشته بهتر است. اگر اینطور بگیم که لهیب شر شیطانی استبداد را سر دیگر حالا تسامح کنیم، اما از طرف دیگر فر انسانی دموکراسی هم در بیشترین بخشی از جامعه شرقی مخصوصا در جامعه ما با سرشت سیاسی ما عجین نشد. این خطر بزرگ است. و می خاطر است که متفکر هندی تبار سنامارتیا مطرح میکنه که توسعه و مساوی آزادی باید بنیادی تلقی شد و تعهدات از ما از تعهدات ارزشی جدید سخن بگوید. این بار بسیار بزرگ است که با متفکران جامعه شرقی مخصوصا در این حوزه ای که ما به سر میبریم گذاشته. سرانجام خیال برای هر چیز شرق در کل و ما که کاملا هنوز هم نیاز داریم که برای قدرت نرم خود بیندیشیم و زمینه های مدیریت قدرت برای توسعه سیاسی را مهم بشماریم. و قول کنفوسیوس مفهوم تائو را یا قانونی بشماریم. اجازه بفرمایید که امی مواجهه کنفوسیوس به عنوان اندیشه ورز شرقی و لاوتسه را من اینجا خدمت شما رو جمع میکنم گفت کنم. میگن که کنفوسیوس از لاوتسه پرسید تائو چیست؟ لاوتسه دهانش را باز کرد، دهانش را گشود، چیزی نگفت. کنفوسیوس لبخند زد و به شاگردانش که موضوع را درک نکرده بودند توضیح داد که لاوتسه در طریقت از ما پیشی گرفت. در دهان او دندان وجود ندارد، دندان وجود ندارد، بلکه زبان است. در دهان سخت‌ترینشان دندان‌ها نابود شدند، اما نرم‌ترینشان زبان زنده مانده است. یعنی قدرت نرم بیشتر از قدرت سخت است. تا او یعنی راه مطمئن همین است. مگر اجازه باشد در آخر از سخنان خانم تاجبخش دانشمند عزیز استفاده کردم، یک نکته ای را اشاره کنم. الگوهای توسل به اخلاق و عرفان عشق محور و مهربانیزا امروزه در حوزه های پیچیده سیاست و قدرت یکان روایت نیست، قابل مناقشه است. نمیتواند همی الگو همی برادر یکانه باشد. ما فکر میکنم که باید بر الگوهای میان پارادایمی فکر کرد و نمیشه که به نام عشق و مهربانی عقل را از ساحه زندگی بیرون کرد. امروز باید میان عقلانیت و معنویت، میان عشق و تکنولوژی، میان از کنم خدمت شما قدرت سخت و قدرت نرم، میان همهشان یک رابطه دیالکتیکی برقرار کرد. چون جهان ما جهان پیچیده است و باید پیچیدگی‌ها را توضیح داشت و توضیح داد و با استفاده از ظرفیت‌های به اصطلاح درون تمدنی شرایط را به وجود آورد که ما قدرت گفتگوی ما را با دیگران بالا ببریم. تشکر. با سپاس فراوان از جناب استاد اشراق حسینی و تشکر از بیانات عمیق و عالمانه‌شان، حال از دکتر جهانگیر کرمی دانشیار روابط رهبر دانشگاه تهران که موضوع صحبتشان پیوند دنیای سنت و جهان جدید در مکتب امنیتی هرات امکانها و محدودیت‌ها است، باش می‌کنم که سخنان خود را آغاز کنم. تشکر. صحبت من در واقع پیوند سنت و نو هست در مکتب امنیتی هرات.
موضوعی که در سخنرانی‌های قبل از این هم به اون پرداخته شد و میخوام ببینم که آیا چنین چیزی چقدر امکان پذیر هست و چه مسئله و مشکلاتی روبرو هست. سال 2019 یا 1398 هستیم، 40 سال گذشته از روزی سال در سال 1398 یا 2019 هستیم، 40 سال گذشته از سال روز اشغال افغانستان و در دورنجی که بر این ملت و این سرزمین تحمیل شد. میخوام با این شعر شاهنو شروع کنم که میگه از رنجی خستم که از آن من نیست، از دردی گریستم که از آن من نیست، به مرگی جان سپردم که از آن من نیست. به هر حال در دورنجی که در افغانستان وجود داره بیش از هر چیزی محصول ژئوپلیتیک افغانستان هست، اما خب ژئوپلیتیک یک امر ثابت نیست، امر پویایی است. ژئوپلیتیک افغانستان در قرن 19 بین روسیه و انگلیس در واقع تعریف شد و افغانستان شد یک قلمرو برای بازی بزرگ اون عصر. در قرن 20 بین امریکا و شوروی تنظیم شد و این اتفاقی افتاد که 40 سال پیش ذکر کردم خدمتتون و بعد از اون هم متاسفانه افغانستان محل بازی تروریسم شد، تروریسمی که در واقع از افغانستان نبوده و نیست و نخواهد بود، چون از این سرزمین، از این فرهنگ و از این جغرافیا تروریسم بر نمی‌خیزد، بلکه این در واقع بازی و داستانی است که در جاهای دیگری برای این قلمرو تعریف شده. حالا نکته این است که اگر افغانستان در قرن 21 بخواهد از بازی بزرگ و از در واقع از محل رقابت‌های تروریستی دور بشه باید چیکار کنه؟ من در یک نشستی در مزار شریف بود راجع به بحث‌های ژئوپلیتیکی، اونجا اشاره کردم که افغانستان باید خودش ژئوپلیتیک خودش رو در واقع باز تعریف کنه و تعریف کنه و نگذارد که قدرت‌های بزرگ و حتی قدرت‌های منطقه‌ای یک ژئوپلیتیک رو برای اون تعریف کنند و بر اون تحمیل کنند. کاری که در دوستان در مکتب امنیتی هرات دنبال می‌کنند در واقع مقدمه تعریف ژئوپلیتیک هست و اون این هست که یک بنیانی رو برای امنیت و مبانی فکری و اندیشه امنیت در نظر بگیرند و شروع کنند به نظریه پردازی و کار فکری بر روی این که در واقع به این وسیله افغانستان بتواند خودش را باز تعریف کنه و کمتر میدان رقابت‌های بین‌المللی قرار بگیره. اما این کار بسیار دشواری است و در واقع کار بسیار سختی هست. چرا؟ چون اساساً ورود به قلمروهای فکری و امنیتی یک تمهید بسیار گسترده می‌طلبد. باید این موضوع به مراکز علمی، پژوهشی، آموزشی و فکری برود و هم مقام یک جامعه و ملتی چنین باشد. اگر دوران جدید قلب رو نگاه کنیم، وقتی که از رنسانس و از تحولات قلب سخن گفته می‌شود، تحولات قرن 16 و 17 قرن رو وقتی نگاه کنیم ببینیم که کسانی که در تولید مفاهیم و ساختارهای جدید قلبی نقش داشتند، مانند ماکیاولی یا هابز و بودن و دیگران، ابتدا از امنیت شروع کردند. چرا؟ چون بعد از فروپاشی امپراتوری مقدس روم و بعد از جنگ‌های مذهبی و بعد از زیر سوال رفتن آن پارادایم و جهان بینی مذهبی در اروپا، اروپا در یک وضعیت هرج و مرج گونه‌ای به سر می‌برد و نیاز داشت که یک بازتعریف از ساختار و نهاد جدید، و کسانی مانند هابز و بودن این ساختار و نهاد جدید رو
برای امنیت در واقع تعریف کردن. دولتی که مد نظر فیلسوفان اروپایی قرن 16 و 17 بود، دولتی بود که برای امنیت بود، به نام امنیت بود، باید محصول اون امنیت در واقع میشد. لذا این هست که این کار، یعنی کار برای تولید فکر و اندیشه در حوزه امنیت، کار بسیار اساسی هست و این رو باید یک قدم مبارک دونست. اما اینکه چگونه این امکان پذیر هست، من نمیگم که میتونم به این سوال پاسخ بدم، ولی فقط میخوام طرح بحث کنم و یک در واقع افقی رو باز کنم برای اینکه بیشتر در موردش فکر کنیم. بحث من سه تا بخش داره. بخش اول میپردازم به در واقع امنیت در نگرش های سنتی و در متون سنتی خاورمیانه اسلامی، ایرانی و شرقی. بخش دوم مکاتب امنیتی جدید و بخش سوم هم امکان انطباق سنت و نو در بحث امنیتی که آیا امکان پذیر هست یا نه. در رابطه با متون امنیتی سنتی من سه متن را انتخاب کردم. کتاب سیر الملوک یا سیاستنامه خواجه نظام الملوک، کتاب نصیحت الملوک امام محمد غزالی و کتاب تحفت الملوک میرزا جعفر کشفی، و سعی کردم از درون اینها اون دالهای مربوط به امنیت رو استخراج کنم. در سیاستنامه خواجه نظام الملوک در سده پنجم که در همین سال 97 بود که هزارمین سالگرد در واقع تدوین سیاستنامه در مشهد برگزار شد، در استان خراسان ایران برگزار شد، خواجه نظام الملوک در این کتاب در یک فرازی کاملا بحث امنیت رو روشن می‌کنه. من این فراز رو کوتاه می‌خونم خدمتتون. می‌فرماید ایزد سبحانه و تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و سیرتهای ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرامش بندگان بدو باز بندد و در فساد آشوب بدو بسته گرداند و امضا و حشمت او در قلوب و عیون خلایق بگستراند تا مردمان در سایه عدل و پناه رعایت او روزگار میگذرانند و ایمن میباشند. در این فراز در واقع خواجه از وجود پادشاهی که امنیت رو ایجاد میکنه و برای رعایا و بندگان امنیت رو به ارمغان میاره بحث میکنه. در فرازهای بعدی خواجه نظام الملوک امنیت رو بنیان آبادانی و عمران در سرزمین ها و رونق کار برای رعایا میدونه و معتقده که اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت رونق خزانه هم فراهم خواهد شد و در نتیجه رونق خزانه قدرت پادشاه افزایش پیدا میکنه. از نگاه او امنیت، آبادانی و رفاه و قدرت پادشاه سه عنصر به هم وابسته تلقی میشه. خواجه نظام الملوک در سیاستنامه معتقده که سه تهدید اصلی امنیتی وجود داره. یکی از سوی دشمن، دوم از آشوب داخلی و سوم هم از ضعف پادشاه. لذا از نگاه او یک پادشاه قدرتمند میتونه امنیت رو برای یک جامعه و دولت ایجاد کنه. در نصیحت الملوک امام محمد غزالی که اون هم عصر خواجه نظام الملوک هست میفرماید خداوند پادشاهان را برانگیخت تا بندگان را از یکدیگر نگاه دارد و مصلحت زندگی ایشان برقرار نماید. در فراز دیگری میگوید نزدیک به 4000 سال مغان، یعنی ایرانیان قبل از اسلام، در این عالم بودند و در میان رعیت عدل کرده و جهان به داد و تدبیر آباد نمودند و رعیت را ایمان داشتند. و به نقل از انوشیروان می‌نویسد که از انوشیروان پرسیدند که بهترین خصلت‌های یک حکومت چی هست. میگه که هرچه دشمن از او ترسیده تر، یعنی قدرتمندتر و راه ها امن‌تر و رعیت در سایه عدل و داد و آرام‌تر، آن نظام پسندیده‌تر می‌باید. و علت در کتاب نصیحت الملوک علت سقوط ساسانیان رو خیلی جالب توضیح میده. میگه که
سقوط کردن چون نتوانستن که امنیت و عدالت را در میان رعایا برقرار نمایند و در نبود امنیت و عدالت آبادانی از ملک برد. سومین متن تحفت الملوک هست که میرزا جعفر کشمی در دوره قاجار نوشته. علت انتخاب این متن از سوی بنده این بود که میخواستم ببینم که در همون پارادایم، یعنی تا قبل از مشروطیت ایران، همین پارادایم در واقع در متون سنتی اسلامی و ایرانی همچنان بابرجا است. میرزا جعفر می‌نویسد وجود پادشاهان و حاکمان واجب است، زیرا مردمان را امیران لازم آید و چون مردمان در آرا و اندیشه ها و رفتارها مختلف و متنوعند، همواره بیم فساد و آشوب و ناامنی وجود دارد. میرزا جعفر بر لزوم وجود پادشاه قدرتمند و با تدبیر برای امنیت، آبادانی و نظم و نسق اجتماعی تاکید می‌کند و علت تحریف را نیز همچنان مانند خدمتتون عرض کنم نصیحت الملوک، ضعف پادشاه، تفرقه داخلی و خدمتتون عرض کنم وجود دشمنان قدرتمندتر شما. این در زمانی هست که به هر حال اون زمان جنگ های ایران و روس هم به وقوع پیوسته. اما در بحث دوم، بحث مکاتب امنیتی، من اومدم 6-7 تا مکتب رایج امنیتی رو بررسی کردم که نمیخوام اینجا اشاره کنم به جزئیات اون قضایه، فقط میخوام استنتاج کنم. مکاتب مهمی که من بررسی کردم مکاتبی هست که در واقع الان در حال حاضر در متون سیاسی و امنیتی بین‌المللی رایج هستند و این مکاتب رو هم خدمت عرض کنم عمدتاً محصول دوران بعد از جنگ جهانی دوم هستند. چرا؟ چون امنیت به مفهوم جدید، امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی تم و واژگانش بعد از جنگ جهانی دوم در واقع تدوین میشه و پیرامون اون نظریه پردازی میشه. تا قبل از اون عمدتاً در متون غربی بحث جنگ بود، دفاع بود، صلح بود، دیپلماسی بود، ولی چیزی به اسم امنیت ملی وجود نداشت. لذا این مکاتب عمدتاً محصول بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هستن. من سعی کردم با مکاتب واشنگتن، کوپنهاگ، پاریس، ولز خدمتتون عرض کنم، مکتب جامعه هم یا مکتب اروپایی و همینطور مکتب جهان سومی بپردازم. وجه مشترک تقریبا این مکاتب رو اگر بشه اشاره کرد اینه که اولا دو دسته هستند. یکی مکاتب مدرن، یعنی همچنان دغدغه‌شون دولته. دوم مکاتب پست مدرن که دغدغه‌شون دیگه دولت نیست، بلکه بیشتر مسائل انسانی و اجتماعی و بشری و گاهن طبقاتی است. در میان اینها مکتب امنیتی جهان سوم بیشتر قابلیت استفاده داره برای در واقع مکاتب بومی‌تر در مناطق ما. و علتش هم اینه که اولا واضعانش عمدتاً نویسندگان مناطق آسیایی هستن. دوم اینکه اگرچه در فرق رشد و نمو نموده، ولی دغدغه‌اش مسئله کشورهای جهان سوم بوده، یعنی مسئله در واقع دولت‌سازی و ملت‌سازی. خب حالا من در بحث سوم میخوام این دو بحثم رو، یعنی سنت و مکاتب مدرن رو، این مقایسه بکنم. از این مقایسه نتیجه که من گرفتم، البته در متن مقاله مفصل این خدمت دوستان داده میشه و در اختیار عزیزان قرار داده میشه، ولی اینجا خیلی خلاصه اگر بخوام بگم اینه که ببینید ما با دو تا پارادایم متفاوت مواجهیم. در پارادایم سنتی یا در جهانبینی و جهان‌نگرش سنتی، مفاهیم عمده اینها هستند اراده الهی و گزینش خداوندی، یعنی خدا محور هست و نقش محوری رو داره. دوم نخبه محوری، یعنی پادشاه و قدرت و خواست او. سوم رعیت و لزوم اطاعت. چهارم پادشاه قدرتمند، یعنی قدرت در واقع موسوم مرتبط با پادشاه. و بعد از اون امنیت و آسایش خلق. اینها مفاهیم اصلی در جهان سنتی و در متون سنتی هستند. اما در دوران مدرن اتفاقی که میفته اینه که اراده انسان جای اراده الهی رو میگیره. هومانیسم انسان رو محور همه پدیده‌ها قرار میده. در نتیجه اینجا دیگه بحث گزینش خداوندی نیست، بلکه گزینش انسانی است. قرارداد اجتماعی، قانون اساسی و توافق و رضایت ملی است. در مقابل نکته محوری اینجا حقوق فردی و شهروندی و جامعه مدنی اهمیت پیدا میکنه.
در مقابل رعیت و جمهور اطاعت او در متون سنتی اینجا شهرمند و قانون و ساختارها قرار میگیرند و فرد اهمیت نداره، به جای پادشاه قدرتمند دولت قدرتمند و در کنار برها بس امنیت و آسایش و آسایش خلق، اونجا اولویت ها میره به سمت مسائل رفاهی و ابعاد دیگر امنیت، مثل امنیت روانی، امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی و بعد هم همینطور همکاری های منطقه. حالا اگر بخوایم از این انطباق این دو بحث نتیجه‌ای بگیریم برای در واقع پژوهش های آینده در حوزه مکتب امنیتی بومی یا مکتب امنیتی هرات که در اینجا مطرحه، بایستی این موضوعات رو در نظر بگیریم که من به ترتیب خدمتتون میخونم این کارو. اول اینکه به هر حال میشود از مبانی سنت کمک گرفت، ایده های مناسبی رو از اونها اتخاذ نمود. دوم، از تجربه مکاتب دیگر نباید غافل ماند. همه یافته های قرب سیاست قدرت نیست، بلکه همچنان که استاد عزیز فرمودن اندیشه های فیلسوفان و عقل سلیم بشری هم دخالت داشته. یعنی ما نمیتونیم همه چیز رو بگیم که این غربی هست. خیلی از یافته های در واقع غربی ها یافته عقل سلیم بشری است که در متون دینی ما هم تاکید شده برای اینکه عقل سلیم بشری یا کامن سنس یا عقل متعارف موضوعی است که در حال برای همه قابل احترام است. سوم اینکه خدمتتون عرض کنم امنیت نهایتاً بنیاد ملی داره. یعنی در غرب وقتی که از همون اول دولت ملی شکل گرفت در قرن 16 و 17 امنیت رو ملی تعریف کردن و سایر سطوح امنیت که بعداً در اواخر قرن 20 در عنوان منطقه گرایی ها و امنیت منطقه‌ای و امنیت بین المللی و امنیت جهانی و امنیت بشری و انسانی مطرح میشه، اینها متأخر بر اون بوده. ما نمیتونیم از آخر شروع کنیم. ببینید این شاید جمله تلخی باشه، شاید ما در ایران هم با این مواجهیم وقتی بحث حقوق بشر میشه، بحث مسائل مربوط به امنیت انسانی و روانی میشه، خب خیلی شیرین هست و خیلی جاذبه داره، ولی وقتی گفته میشه قدرت دولت، اگر دولت قدرتمند نباشه همه اینها به شعر تبدیل میشه، همه اینها ارزش وجودیش رو از دست میده، تلخ میاد توی محافل علمی و بفشه در بین جوانها که خیلی به هر حال علاقه دارن به این مفاهیم جدی. ولی بحث من اینه که امنیت بنیاد ملی داره و بایستی از امنیت ملی شروع کنه. لذا محیط داخلی جامعه افغانستان، مردم اون، جغرافی های اون، تاریخ اون و شرایط زیستی اون در هر مکتب امنیتی بومی باید در اولویت قرار بگیره. بعد از اون هست که دست محیط منطقه‌ای فراهم میشه، مطرح میشه و محیط بین‌المللی. نمیشود امنیت ملی رو بدون محیط منطقه‌ای و بین‌المللی در واقع در نظر گرفت. هیچ امنیتی وجود نخواهد داشت. وقتی که من یادم میاد که سال 1993 و 94 بود و اون موقع ببخشید 96 بود و طالبان در افغانستان اومده بودن و در تحلیل‌هایی که آمریکایی‌ها می‌کردن می‌گفتن خب آمریکا منافع مستقیمی دیگه در افغانستان نداره. ولی 11 سپتامبر نشون داد که اگر افغانستان امنیت نداشته باشه، نه تنها ایران رو می‌دونم کشورهای منطقه، بلکه حتی آمریکا هم امنیت نخواهد داشت. لذا در مراتب بعدی امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت داره. و نکته آخر اینه که به هر حال هر مکتب امنیتی در دنیای امروز بدون توجه به دولت سازی و ملت سازی و به ویژه دولت قدرتمند امکان آغاز نخواهد داشت. مکتب امنیتی هرات یا هر اندیشه و فکری که بخواهد شروع شد باید با قدرت دولت شروع کند. اگر دولت قدرتمند وجود نداشته باشه، امنیت و خیلی از موضوعات دیگر به مسئله در واقع مباحث فانتزی تبدیل خواهند شد. چرا؟ چون باید دولت قدرتمند باشه تا بتونه امنیت ایجاد کنه، فاکتورهای اصلی دولت، عدالت ایجاد کنه، رفاه ایجاد کنه و نهایتا هم شرایط رو برای آزادی فراهم بیاره. ممنونم از سر رو گذاشتید. سپاس روان از جناب دکتر جهانگیر کرمی. از آقای لیاقت علی امیری استاد دانشگاه خواهش می‌کنم که با سخنان خود آغاز کنند. عرض ادب. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگان و دوستان بین ملل گرامی و فرهیخته. قطعا بزرگان زیادی در اینجا سمت استادی داشتن و دارن و
و بنابراین سخنانی که خواهم گفت شغل آمریکا با ترس هست. بنابراین اگر انشالله نقصانهایش را بر من ببخشید. از سوی دیگر با توجه به صحبتهای دکتر سرمرادیان که به نهایت ازش سپاسگزار و متشکرم و در مورد اینکه ما آیا ما مشرق زمینیان می توانیم تبدیل به سوژه استراتژیک و امنیتی بشیم یا نه، باید با احتیاط زیاد سخن بگم، ولی یک از چیزهایی که یک از علائم و نشانه هایی که می توان در این سمپوزیوم آن را به روشنی دید و ملاحظه کرد عنوان است که در اینجا انتخاب شده مکتب امنیتی هرات و خود مکتب امنیتی هرات هم یک برساخته جدید است و که بیانگر اون نام دیفیوژن یا گسترش نام یا تقلید یا اقتباس. و نکته سومی که باز دوباره در ادامه صحبت هایی که دوستان مطرح کردن یک سوالی به ذهنم شکل گرفت که اگر احیانا ما فرض می گرفتیم که آمریکا با عنوان یک قدرت برتر و تنها ابر قدرت در میانه می بود و در تکوین و تکون دنیا و جهان ما سهمی و مدخلیت تام نمی داشت و به جای آن ما افغانها این سمت را داشتیم، این جهان چگونه بود و چگونه می توانند را تصویر کرد یا به جای ما مثلا یک از کشورها و ملتهای دیگر. موضوعی که در این نشست انتخاب کردم عبارت هست از این که از نسبت و رابطه میان استراتژی امنیت ملی و مطالعات استراتژیک، البته نه در معنای موسعش بلکه در یک معنای مزیقش، و نسبت آن را با ایده که و فرهنگ یا آگاهی صورتبندی خواهم نمود و توضیح خواهم داد که چگونه باید آنها را باز تقریر و از نو در باب آنها نظریه پرورینو. بحث پیش رو سویه روش شناختی و نظری پررنگ دارد و در عین حال برای ایضاح مدعایم و به منظور استخراج پاره از لوازم و نتایج و دلالت های عملی آن بر برخی از نمونه ها و مثال های انضمامی نیز استشهاد خواهم نمود. مدلول سخنم این است که اگر استدلال‌هایی که ارائه می‌گردند موجه باشند می‌توان در پرتو آنها بحث تاریخی را پی گرفت و در تحولات و روندهای کنونی از منظر دیگری نظر کرد و به فهم و ارزیابی آن همت گمارد. اما در صورتی که این استدلال‌ها راهی به دیگری نگشاید کلیت بحث از حیز انتفاع خارج خواهد شد. به عنوان چند تا مقدمه را که پیش فرض میگیرم و اینجا به اختصار و اجازه هر چی تمام‌تر خدمت شما عرض خواهم کرد. یک، مفهوم استراتژی مانند خیلی از مفاهیم و معقولات و معقولات دیگری در این سیاق و کانتکست افغانستان یکی از معقولات نابختیار و بد اقبال بوده است. کاربست آن در بازی‌های زبانی مختلف و در سیاق‌های مختلف به آشفتگی و پریشانی مفهومی بیشتر آن انجامیده است. هر کاربر زبان از ضمن خود نیایان شده است. دوم که باز دوباره ممکن یک موجه سازی باشه و تأکید مجدد باشه بر صحبت‌های دوستا و دوستان پیش از من، برخلاف گفته پاره‌ای از صاحب نظران و نویسندگان، ممارست و اشتغال مستمر به تفکر و عمل یا کنش استراتژیک سویه مؤسس هر پولیتی و اجتماعی سیاسی بوده است. می توان نشانه های آن را از عهد باستان تا امروز به خوبی مشاهده کرد و ملاحظه کرد. بنابراین رهبری سیاسی در هر پولیتی وانهایی که عمدتاً فرماندهی جنگ به صلح را به عهده داشتند در مواجهه با یک انتخاب و گزینه در باب سیاست‌های ملی به خصوص در باب جنگ و صلح به عمل استراتژیک و به فکر استراتژیک اشتغال داشتند. داده‌ها و شواهد تاریخی و نیز پژوهش‌هایی که در این خصوص صورت گرفته است
معید این واقعیتن که کشورها ملتها دارای استراتژی بوده است چی با آنها چی با آن آگاه بوده باشند و چی آگاه نبوده باشند و یکی از نویسندگان بسیار معروف و در خیلی حیات که استاد مقالات جنگ در کنگز کالج بود از آن به هوش استراتژی تعبیر میکنه و آن را میگه حتی شومپنزهان فکر استراتژیک داشته، عمل استراتژیک داشته و حتی میگه اولین استراتژیست بزرگ خود خداوند و که چگونه در متون مقدس دینی از انواع تاکتیک ها و استراتژی ها استفاده کرد. سوم، از سوی دیگر اگر آدمیان به گفته ارسطو حیوان یا سوژه سیاسی است یعنی صدا دارد، صدایی که میان برخلاف حیوانات که فقط درد و رنج و لذت و الم را بیان می کند در باب امر عادلانه و ناعادلانه داوری و قضاوت می کند، بنابراین و ضرورتاً استراتژیک هم هست. از این رو همه ملت ها و دولت ها در اشتغال و فکر و عمل استراتژیک شبیه هم فارغ از زمان و مکان افق تاریخی و زیست جهان سیاسی فرهنگی، اما نکات فرق مستعد بدفهمی و سوء تفاهم است. از این رو به منظور جلوگیری از جادو شدن فهم ما و وسیله زبان به گفته ویتگنشتاین که باید کار فلسفه رو بگه، یعنی چی باشد نبرد است علیه جادو شدن فهم ما و وسیله زبان، از دل و روی کرد در باب استراتژی امنیت ملی می توان سخن بود، یا به نحوی پیشینی یا به نحوی پسینی. به تعبیر دیگر تفکیک میان استراتژی امنیت ملی در مقام تعریف و استراتژی در مقام عمل و مقام تحقق. البته استراتژی در مقام تعریف مجموعه از اصول، دیده ها و مفروضات بنیادین و مؤلفه های ثابت تغییر ناپذیر است و به پرسش ها و مسائل ذیل می پردازد. یک، استراتژی امنیت ملی چیست؟ در باب چیست؟ چقدر اهمیت دارد؟ چگونه ساخته می شود و صورتبندی می شود؟ توسط چی کسی یا چی کسانی ساخته می شود؟ چگونه اجرا و عملیاتی می شود؟ قرار است استراتژی چی کاری بکند و چه قفل ناگشوده‌ای برای ما بگشاید؟ آیا استراتژی ما به درستی صورتبندی و اجرایی شده است تا نتایج مورد نظر را به دست بدهد؟ اینها پرسش ها و مسائل است که در مقام تعریف و نحو پیشینی در هر استراتژی امنیت ملی میتوان آن را سراغ گرفت و ضرورتاً و لزوماً باید آن را مطمئن نظر قرار داد. اما استراتژی در مقام تحقق خارجی تاریخمند زمین پرورده و زمان پرورده است و در مقام عمل ناکامل، نابسنده و دارای نقایص و کاستی‌های بسیار، مملو از ناکامی‌ها، ظفرها و شکست‌ها. در حالی که ماهیت استراتژی در مقام تعریف مانند هر پدیده دیگری واحد و یگانه است، استراتژی در مقام عمل متکثر است، به برهم شباهت‌هایی که ممکن است وجود داشته باشند از یک پدیده به پدیده دیگر تفاوت می‌کند. سؤال اصلی این است که این تفاوت‌ها و شباهت‌ها را چگونه می‌توان صورت‌بندی نمود، چگونه می‌توان و باید رویکردهای تئوریک و روش‌شناختی خویش را باز تعریف و از نو تقریر نمود. به این منظور و برای پاسخ‌دهی به این پرسش، چارچوب تئوریکی که مدعیات مطرح در بحث پیشرو را جاندار می‌کند، فرهنگ‌گرایی است و از نسبت میان فرهنگ، ایده و استراتژی امنیت ملی سراغ خواهد گرفت و استدلال خواهد شد که چگونه ذهن و ضمیر ما آدمیان گرانباری از ایده ها و فرهنگ است و در استراتژی ما ریزیش آن را اشباع می‌کند. در باب لوازم تئوریک آن برای نظرورزی و نظریه پروری و به طور کلی در باب سیاست جهانی و به طور خاص از تبعات و پیامدهای عملی آن برای امنیت ملی و سیاست خارجی کشور سخن خواهم گفت. پس بنابراین
تعریفی که از یک تعریف مختصری بودوارم که باید ما تمام میشه؟ نزدیک خب من واقعا خیلی گرم دارم البته این با معنای زیر نیست که من تحت تأثیر هستم ولی خب این ترسش هست خدمت شما رو بشه که برای یک تعریفی از استراتژی امنیت ملی خدمت شما خواهم گفت اون عبارت است و آن را تحلیل خواهم داد به سه مؤلفه بسیار مهمی که در هر استراتژی امنیت ملی وجود دارد یکی اون پالیسی ابجکتیو هست اهداف سیاست که اون قصد نیت یا اون ایده بزرگ که در هر پس هر استراتژی وجود دارد این مؤلفه اول و مؤلفه دوم عبارت است از مجموعه ابزارهای وسائل و امکاناتی که در اختیار یک دولت ملی وجود داره در اختیار یک بازیگر غیر دولتی و شیوه ها و روش های جهتی بکارگیری این ابزارها و منابع جهتی دستیابی به اون هدف مطلوب استدلال من این است که استراتژی امنیت ملی هر کشوری هم در سطح پالیسی ابجکتیو هم در سطح استفاده از منابع و ابزارها و هم در سطح چگونگی استفاده از این منابع و ابزارها ملهم از فرهنگ و ایده ها و باورها و اعتقاداتی است که به صورت سنتی و تاریخی در این کشور ریشه دارد و از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشود در اینجا فقط برای اینکه بحث ایده را مطرح کنم فقط به چند نکته به اختصار و ایجاد هرچه تمام‌تر اشاره خواهم کرد ایده یا فرهنگ یا نرم تلقی که از آن ارائه خواهم داد دارای یک تلقی دو وجهی است یکی سویه سازنده و قوام بخش ایده است یا فرهنگ است که در واقع مستلزمی هویت سازی است هویت سازی مستلزم غیریت سازی است میان دوست و دشمن میان خود و دیگری بنابراین این یک بحثی از یک کارکرد از ایده است و از سوی دیگر ایده محیط استراتژیکی که یک بازیگر ملی یا بازیگر غیر ملی در آن قرار داره و اشتغال به عمل استراتژیک داره اونا رو جاندار میکنه و جانمند میکنه به اون معنا بخشی میکنه به این جهانبینی و نشان خواهد داد که چگونه موقعی که این محیط استراتژیک چگونه موقعیت و وضعیت است چرا به دلیل اینکه آدمیان دسترسی مستقیم و بی‌واسطه به جهان خارج به جز از طریق ایده ها و فرهنگ ندارد و نقطه سوم ایده با تفاوت گذاری میان بازیگران مختلف و اینکه ما کی هستیم و دیگران کی هست دشمن تراشی و دوست شناسی می کنند ما و این نقطه دیگر و از سوی دیگر ایده ها یک سلسله هنجارهایی را خلق می کند با عنوان نمونه در باب جنگ و صلح که ما چرا می جنگیم برای چی می جنگیم و این هدف ما از این جنگ چیه و از سوی دیگر جایگاه و موقعیت ما را در این جهان مشخص می کند که ما این جهان در کجای این جهان ایستاده ایم و چی کاری می توان انجام داد و چی کاری نمی توان انجام داد در نتیجه بحثی که با عنوان نتیجه گیری داشتن می توانم با بحث داد و تفصیل بیشتر داد با عنوان نتیجه گیری اینه که کارکرد نون یا ایده و فرهنگ اینه که مجموعه ای از متغیرهای ظاهر مستقل و از هم را مانند هویت منفعت انتخابهای سیاسی و رفتارهای استراتژیک را به هم دیگه وصل می کنه و ایساق می کنه وقتی ما به از اون طرف یک نسبت وسیع و تنگاتنگ میان هویت و منفعت وجود دارن هویت یک امر خارجی و انضمامی که در خارج وجود داشته باشه نیست
ما بر اساس هویتی که برای خود میتراشیم منفعت خود را تعریف میکنیم، نه بر اساس منفعت هویت ما تعریف بشه. و از اینکه به اختصار و به سرعت هرچه تمامتر صحبت ها تموم کرده و از حسن استماع شما متشکرم. امیدوارم کمی‌کاسی ها رو بر من ببخشید. زیاد از جناب استاد لیاقت امیری تقریبا 15 دقیقه برای یک بحث آزاد داریم. من یک سوال داشتم که میخواستم از جناب استاد اشراق حسینی بپرسم و همچنان از آقای کرمی، استاد کرمی. خب ما میبینیم که سوء استفاده کردم اما کوتاه میپرسم. ما میبینیم که خب اندیشه سیاسی در شرق و همچنان پرداختن به مبحث دولت و امنیت در آثار که شما بهشون اشاره کردین، همچنان جناب استاد کرمی اشاره کردن، وجود داره. بس فلسفی‌گری سیاسی در این منطقه وجود داشته، در حوزه حداقل زبان فارسی شواهد انکار ناپذیری داره. اما چرا مانند غرب مثلا ما به یک پارادایم نمیرسیم؟ چرا یک مکتب فکری مانند ریالیزم یا لیبرالیزم یا آنچه کانستراکتیویسم امروز میگن در حوزه اندیشه سیاسی شرق و بخصوص زبان فارسی ما نمیبینیم؟ در این چیست؟ بباشیم. تشکر. همونطور که من در بحث کنم مطرح کردیم، اول که فرق گفتمانهایی که مطرح شدن با یک دیگر در تقابل با هم قرار داشتن. مثلا من وقتی از بحث روشنندیشان مسلمان فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر ناخت صحبت کردم، اینو بیشتر تمرکزشان برمی بوده که نوع شایسته سالاری وجود داره و همو شاید در موضوع خودش، هر کس در شای خودش بیشتر و در مقابلش باز مثلا اندیشه های دیگه هم بودن که چنانچه جناب کرمی مطرح کردن که اونا بر اینش هم قدرت مثلا سلطانی و حشمت پادشاهی اینا رو هم توجیه میکردن و از چاشنی های مثلا توجیه شرعی هم کار میگردن. مثلا آقای فرض میکنم غزالی شما در نصیحت الملوک یا خیلی مثلا متون رو که شما ببینید در این حوزه بر تغلب یعنی غلبه تکیه میکنه. اون هم بهانه شان هم نیست که باید در جامعه امنیت باشه. امنیت همون دولت قدرتمند و یک پادشاه با حشمت سلطانی پیش برده میدانه و این هم باز رفت میدادن و همون به اصطلاح مشیت الهی یا نمایندگی است عالم بالا که پادشاه نماینده خدا هست که توجیهات شد و در برابرش خب مثلا توجیهات خردگرایانه هم بودن. شک وجود نداره که در برابر این توجیهات خردگرایانه باز از افسارهای فقه و کلام و مثلا دستگاه‌های سیاسی استفاده شده و موازنه رو برهم زده. در هر صورت در هر دوشان، حتی در هر دو بخش، چی در چین، چی در هند، چی در ایران تاریخی، در جای مختلف یک چند تا خصلت وجود داشته که با بنبست کشیده و ما حالا شاهد مثلا دموکراسی های نهادینه نیستیم. البته نمونه های استثنایی وجود داره. یکی که توصیه ها بیشتر برای افراد بوده، برای شهریاران بوده و سیستم را مورد توجه قرار نمی دادن. مثلا دو، با وجود از این که مثلا خرد را هم مهم می دانستن، باز یک پشتبانه های مثلا فقهی یا یک با منابع فرافیزیکی یا ماورای طبیعی را وصل می کرد. سوم دیگر نوع شایسته سالاری که عنوان می شده، این خودش طبقاتی بوده، یعنی سلسله مراتب را اینجا
بحث میشده شایسته سالاری کیر ما شایسته بدانم منبعی که یک کس را شایسته بدانم مثل که در کمیسیون اصلاحات اداری است شما میگن امتیان میگن امتیان گرفتین شما میگن که بله فلان نفر شایسته است شایسته سالاری به این شکل یعنی منبعی شایسته سالاری چی بودن دیگه این بودن که بیشتر بر اخلاقیات توجه میشه مثلا اخلاقا مثلا عدالت خوب است اخلاقا مثلا مهربانی خوب است اخلاقا انصاف و شهریاری حکیمانه خوب است اما سر مثلا یک سلسله قراردادهایی که با قانون تبدیل شوه و ایستایسته ای منجر به ای شوه که افراد در سیستم مثلا جایگاه خودشان چیز بکنن اینطور نبوده و این خاطر است که اینی وجوه مشترک موجب ازی شده بود که مثلا حتی اگر در کشورهای در مسائل اجتماعی بحث مردمداری هم مطرح شد مثلا شما فکر کنیم که کم گفتن اما گلگمش که معروف است دیگه نیمه خدایی نیمه مثلا انسانی داشته بود حماسه گلگمش میگه وقتی میخواست با مثلا شاهنشاه کیش بجنگد با مثلا شورای ریشتفیدان مشورت کرد شورای ریشتفیدان در مثلا اما ریشتفیدان اجازه نداد ایشان رفت باز با شورای جوانان شهر مشورت کرد نظرش مگرد مشورت بودن اما چگونه مشوره های مثلا ترکلت که یکی از سومرشناسان معروف است ایشان میگه که پیش از مثلا دوران پرکلیس پیش از خطبه دفن، پیش از جنگای بلوپنزی در مثلا شرق چیز بوده، هسته های ابتدایی دموکراسی بوده نوع گفتگوهایی بوده، من بیشتر عرض کردم، همورابی، قوانین همورابی مثلا حقوق بشر را که کروش مطرح میکرده اما همه اینا در این حوزه های الهیات و اخلاقیات باقی مانده بوده و بیشتر توجه بر شهریاران بوده و سیستم در مورد عنایت قرار بود. کاش با پیش سفیده ها مشوره می کردن شهر نتیجه چیز دیگر بود. جناب استاد کرمی می روید. چرا با وجود چنین متونی و چنین قرآنی در گذشته امروزه بس چنین هست جان میدم به کتابی که آقای فردریک استار یک تاریخان آمریکایی داره تحت عنوان Last Enlightenment روشنگری گم شده میگه که تمام آنچه که روشنگری غرب رو شکل داد بعد از قرن 16-17 در دوره سامانیان و تا دوره خوارزمشاهیان برای چند قرن در قلمرو ایرانی و آسیا مرکزی و این مناطق افغانستان وجود داشت و خب حمله مغول اومد همه این رو خاتمه داد. نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم ولی بعد از اینکه هم سیطره پیدا کرد و تبدیل شد به گفتمان قالب و پارادایم قالب تمدن شرقی به انفعال کشیده شد. ولی فراموش نکنید تا قرن 17 وقتی که تئوریسین‌های غربی می‌خواستن از موفقیت از عمران از آبادانی اسم ببرن از شرق اسم می‌بردن از چین و از ایران خود مونتسکیو اصفهان رو مثال می‌زنه و میگه که خوب پاریس هم مثل اصفهان باشه این تا قرن 17 هست از قرن 17 به بعد که اون قدرت پیدا می‌کنه اینجا تبدیل میشه به یک چیزی که در واقع منطقه‌ای که تحت استعمار و قیمومیت و مسائل بعدی قرار میگیره ولی به این واکنش ایجاد میشه دیگه کنشگر نیست تمدن اسلامی و ایرانی امپراتوری عثمانی و ایران در هند یک کنشگر نیستن بلکه واکنش نشون میدن انفعال دارن و این واکنش هم دو شکل یا تقلید مرز یا مقابل جویی این امکان انتباق به وجود نمیاد در ژاپن و چین قدرت انتباق دارن یعنی استعمار و سیطره غرب به ژاپن و چین هم رفت چینی ها تا قرن 18
یک امپراتوری بیمانند داشتن، برای نزدیک 3000 سال تداوم در این امپراتوری وجود داشت. در قبل اواخر قرن 18 و قرن 19 زدن و نابود کردن و اینو تبدیل کردن به یک سرزمین گسیخته ای، ولی در قرن 20 تونستن خودشون احیا کنن، چون نه لزوما در مقابله و نه در تقلید، بلکه قدرت انتباه با شرایط جدید. این در تمدن اسلامی و ایرانی در خاورمیانه متاسفانه این قدرت انطباق مقفوله، یا مقابله جویی هست یا تقلیده. و من ارجاع میدم به کارهای آقای دکتر سید جواد طباطبایی در ایران که به نظر من فیلسوف بزرگ زنده تمدن شرقی اسلامی و ایرانی شاید بشه گفت، که یه پروژه بزرگی داره و اومده 1000 سال تاریخ ایران رو از منظر در واقع زوال اندیشه بررسی کرده و اینکه چرا اندیشه انطباق شکل نگرفته، یعنی فقط یا مقابله بوده یا تقلید محض. و من علت اصلی رو این میدونم، ضمن اینکه معتقد نیستم که میشه احیا کرد لزوما، نه فراموش نکنید که تمدن غرب در مقابل سنت غرب نبود، بلکه از درون سنت های غربی شکل گرفت. هم کانت و هم دکارت و هم لاک و هم مونتسکیو و همه و همه اتفاقا خیلی خداپرستان جدی بودن، خیلی مسیحیان معتقدی بودن و خیلی ها ایراد میگرفتن به دکارت که شما چرا همچنان مذهبی هستید، بود که من نمیتونم مذهب مادرم رو فراموش کنم. از درون اون سنت ها این مدرنیسم شکل گرفت. اگر قرار در شرق هم اتفاقی بیفته، یا باید از طریق انطباق باشه یا از طریق در واقع همین احیای سنت ها، منتها مطلقا امکان نادیده گرفتن تمدن جدید وجود نداره. بسیار تشکر، ممنون شما. دست شما بیاورید. نام خدا، تشکر از دوستان که صحبت کردن. من دو صحبت کوتاه و یک پرسش دارم از آقای از خانم دکتر و از جناب کرمی. اولا خانم شهربانو تاجبخش فرمودن که ما به دنبال امنیت از راه عشق یا اخلاق یا عاشق شدن هستیم. خب کاملا یک بحث اخلاقی و یک بحث نرماتیو یا بسیار انجامی است که شما چگونه میتوانید به امنیت برسید، به امنیت فراغی از راه اخلاق، و شما در مقابل صحبت کردن شما خرد را نقص کردید. در اینجا گفتیم که از راه خرد و عقل خیلی ممکن نیست. اولا باید باز بشه که ضرورت عاشق شدن به خاطر رسیدن به امنیت چقدر هست و ضرورت خرد و عقل. آیا میشه که خرد و عقل را کنار گذاشت و گفت ما عاشق بشیم، اخلاقی بشیم، بعد مردم رو دعوت کنیم؟ یک امر پیشینی است. تشکر. یک پرسش بود، فقط آقای کرمی یک دبیت هست دیگه. آقای کرمی هم فرمودن که ما تا به قدرت دولت و یا یک دولت قدرتمند نرسیم در مقیاس ملی، ما نمیتوانیم که امنیت را در حوزه اجتماعی فرهنگی تامین کنیم. وقتی شما چون ساختاری دارید بس میکنید، پس شما باید معتقد باشید در حوزه منطقه هم باید یک دولت فراوین و قدرتمندی باشد که ما از اون اطاعت پذیری داشته باشیم و بعد بتواند امنیت منطقه‌ای را تأمین کند و همچنان در مقیاس جهانی هم شما باید یک دولت و قدرت جهانی باید باورمند باشید تا قدرت جهانی را تأمین کنید. یعنی شما یه جنون دیگه باید تأمین کنید. آیا این نظر شما درست هست؟ خب، یک سوال دیگه هم تشکر از شما، بسیار بحث خوبی داشتم. اون تا من سوال اینه که اگر ما بخواییم در این مسئله ثبات و امنیت را در جهان اسلام یا در شهر یا در سرزمین خود افغانستان بحث کنیم، با این روایت های مبتنی بر عشق، مبتنی بر بازنگری اندیشه های تاریخی یا مبتنی بر اینکه ما با این مسائل حل نمیشه. یعنی واقعیت مسئله این است که گاهی همین عشق هم تبدیل میشه به یک کشتار جمعی و کسانی که مردم را به مسلخ میبرند و کشتار میکنند و اونا عاشق هست، عاشقی اون قتل است. و بنابراین با روایت های از نوع عشق و نه عاشق است و نه معشوق چیزی وجود نداره اینجا. در حوزه سیاست و امنیت باید ما دنبال مدل های دیگری بگردیم و اونا رو پیدا کنیم. و این را هست، نه تنها در غرب هم نیست، در همین
شرق ما در آسیای ما قوی ترین مدل های برای ثبات امنیت ما داریم و باید به اونها مراجعه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. درست است ما با بازنگری اندیشه های تاریخی و با بحث عشق و محبت مولانایی یا با این مسائل با خود به لحاظ روحی اشبا بکنیم، ولی این مشکل امنیت سیاست ما رو حل نمیکنه. آقای کرمی گفتن که دولت سازی و ملت سازی این هم خوب است، خود باید بر مبنای ایدئولوژی و استبداد اینا نباشه، یعنی اونم مشکل داره. بنابراین ما باید برای ثبات امنیت مدل های را پیدا بکنیم که در دل و جان و روح و روان مردم ریشه داشته باشه و مردم در واقع اون مدل ها را حمایت بکنه و تقویت بکنه، و اینا هم هست. و این بحثایی که دوستان ما کردن اینا برای چنین مجالس خوب است، ولی اینکه ما سیاست و امنیت رو با این مباحث هم کنیم ما بعید میدونیم هم نمیشه. تشکر. تشکر. فکر میکنم وقت ما با پایان رسیده و ما هم معمول هستیم محضور. روزهای بعدی فرصت خواهد بود. جناب دکتر فرزاد میروانی که شما با سوال دارید. من ببینید اولا که من ضد خلط صحبت نمی کنم، در خلط صحبت نمی کنم، ضد دولت قبلی هم صحبت نمی کنم، ولی می خواهم بگم که در این چند سال اخیر ما زیاد کار کردیم رو مسئله دولت قبلی. الان تمام مثلا صلح لیبرال، صلح از بالا اینا انقدر کار کرده شده، چیزی که روش کار نکرده روی همین خلط اخلاق انسان هاست. و چرا غربی ها روی موضوع کار نمی کنن؟ برای اینکه در فلسفه غرب خدا مرده دیگه، برای اینکه اصلا ابدا روی موضوع که شما میتونیم یعنی صحبت از مثلا عشق خدا بکن از اونجا شروع بکنیم، مثلا این اصلا توی الگوهای غربی اصلا وجود نداره. ولی من فکر میکنم من ببینید بحثای فیلسوفی و بحثای اکادمی که حرف مهم هست، ولی من هر روز روی موضوعی که چرا مردم اینقدر در دلشون خشونت رو دارن قبول میکنن. مثلا هر جا میره میگن داعش رو کی ساخته؟ شما میتونید جواب یک جواب جبراتیکی بگید به خاطر اینکه معلوم بگید امریکایی ها ساختن داعش رو، یا اینکه بگید به خاطر اینکه مثلا گروه های سنی از بین نفتن دواره کنم. ولی در اصل من نمیتونم بفهمم برای چی 5000 عبدالله از واسه مرکزی گذاشتن رفتن به تباخای با داعش هم بستگی کردن و جنگیدن بعد از اینکه دیدن داعش چقدر خشنه. من میخوام بدونم برای چی یک پدری کله بریده یک تونه از این پشمگاه زنان که از گیسش به فرزندش داده و این گفته عکس بگیر. من نمیتونم بفهمم که چطور بچه 10 ساله میگن هم یکی رو بکش و اون بچه جلوی تلویزیون دیدید که شما کردها رو کشتن. من نمیتونم بفهمم که این من جلوی خشونت افراطی‌گری رو چجوری باید بگیریم. و واسه همین میخوام من بحث فیلسوفانه و ادبی و این حرف و اکادمی خوب است، لازم است، ولی واقعا من و شما نه، ما یک از گروه های هستیم که میشنیم در اینشون جوامع که اصابت میکنیم. من میخوام بدونم با مردم چجوری باید چی امید مردم داد و این فکر کنم دولت قبلی لازمه، خرد لازمه، ولی چیز دیگه هم باید است درون خود مردم اخلاقشون که اینجور خشونت درست نیست، این یه چیز از بین رفته، میخوام به اون برگردم. اسمشو من عشق میخوام بزنم، چیز دیگه بزنم. و این میخوام بگم بحث فیلسوفانه و نمیدونم به جای خرد و اینا نیست، دولت لازمه، خرد لازمه، ولی چرا اینقدر مردم الان خشونت دادن قبول میکنن؟ باید جوابشو پیدا کنیم. من تشکر آقای کرمی. دولت قدرتمند ملی که من عرض کردم خدمت شما، این در سطح ملیه، در سطح بایستی همگرایی و همکاری و نهادگرایی باشه بین دولت های قدرتمند منطقه. اتفاقا این دلالی که دولت مناطق در سطح منطقه امنیت وجود نداره اینه دولت های ملی زیده، یعنی یه دولت ملی اون باشه که وقتی تعدادشون دولت ملی اون باشه زیاد میشه اون منطقه آسیب پذیر، منطقه برشکسته، منطقه سرکاری هایی من داره. و در سطح بین المللی هم در واقع نفوذپذیری این قلمرو
صحبت زیاد میشه. اگر دولت ملی قدرتمندی داشته باشه، در سطح منطقه‌ای به تعادل و توازن می‌رسن، همکاری می‌کنن، همگرایی می‌کنن و در سطح بین‌المللی هم نقش پیدا می‌کنن. دولت‌های ملی نقش پیدا می‌کنن. ممکنه این نقش حالا لزوما مثلا اون نقش هژمونی یا مثلا قدرت بزرگ جهانی نباشه، ولی نظام بین‌الملل لزومی شده به خاطر انسجام درونیش، به خاطر اون ساختار نیشن استیتی که وجود داره یا سنگاپور، این نقش بین‌المللی مؤثری رو بازی میکنه. لذا وجود دولت نافی محیط منطقه‌ای نهادینه و همگرایی منطقه‌ای، جامعه امن منطقه‌ای و نقش آفرینی بین‌المللی برای دولت‌ها نیست. من منظورم از دولت ملی قدرتمند رژیمی یک دولت در سطح منطقه‌ای نیست. الان در مثلا در حوزه کشورهای آسیان یا در حوزه اتحادیه اروپا ما چنین چیزی رو نداریم که همگرایی منطقه‌ای درست حسابی داریم. لذا این نکته است. اما نکته دیگری پس نتیجه می‌گیریم دولت ضعیف منطقه‌ای آسیب‌پذیر و فرودستی بین‌المللی، اما دولت قدرتمند ملی همگرایی منطقه‌ای، موازنه منطقه‌ای و نقش آفرینی بین‌المللی رو ایجاد می‌کنه. بحث من در مقابل بحث خانم پروفسور تاج‌بخش نیست واقعا. بحث من اینه که اگر قرار باشه که عشق وجود داشته باشه، مهربانی وجود داشته باشه، یا اخلاق اجتماعی، اون کانتکست نیشن استیت باید وجود داشته باشه. در فقدان اون هست که این آسیب‌پذیری‌ها ایجاد میشه. ببینید مقایسه کنید مثلا وجود دولت صدام حسین در عراق رو با اتفاقاتی که بعد از فروپاشی دولت عراق شده تعداد کشته ها مقایسه کنید ببینید چقدر بود، یه چیزی بود 50 برابر شده، نمیدونم تعداد جنایت ها و و و. لذا وجود اتفاقا دولت های ملی قدرتمند شرایط رو برای گسترش اخلاقیات هم فراهم میکنه. فقدان این اخلاقیات و عشق و در یک فضای هرج و مرجی منطقه‌ای امکان پذیر نیست. لذا وجود دولت ملی نافی نگاه به مسائل امنیتی از نگاه عشق و محبت و دوستی و این مسائل هرگز نمیتونه باشه. اتفاقا این دولت ملی هستن که کمتر آسیب پذیرن و در نتیجه کمتر میترسن از همدیگه و در نتیجه امکان فعالیت فرامرزی رو برو ایجاد میکنن و بعد در گام‌های بعدی میرن به سمت اصلا حسم مرزها. در اتحادیه اروپا و در آسیان ما مرزی رو وجود نداره، برای اینکه دولت‌ها به یک وضعیت رسیدن که از امنیت ملی گذشتن دیگه. یعنی امنیت ملی به اصطلاح مازلو یه بحثی مطرح کرده که امنیت ملی جایی اهمیت داره که نیست. وقتی که فراهم شد اون موقع شکوفایی، رشد، محبت، مهربانی به اینها جاشو میگیره. مثلا این هست که دولت ملی مقدمه این بحث است. در فقدان دولت ملی چنین در واقع فعالیت های فرامرزی مثلا پزشکان بدون مرز، مثل گروه های مدنی فراملی و منطقه‌ای هم طبیعتا فضایی برای همکاری برای فعالیت نخواهند داشت. ببخشید. شما چیزی که میگید که درست است، مسئولیت دولت از بالا به پایین امنیت فراهم کرده. بحث من اینه که از پایین به بالا ما هیچ وقت این موضوع نمیدونیم. انسان و مردم هم خودش مسئولیت داره. فقط دولت است. اینه. هم خواهم از بالا به پایین و به بالا به پایین هم برسه. را دوستان شاهش میدونم. من انتقادات یا حتی دو وقتی خانم اگر نبیم در دقیقای کشپای عزیز و جا میدارم. در هر دو مورد مثلا وقت بحث عشق و بحث مثلا تمرکز بر عواطف انسانی مطرح میشه، توجه داشته باشیم که عواطف تنها جنبه های مثبت ندارد، جنبه های منفی هم داره و اینجا یک چیز دیگه خودش سرش بالا میبره و ایدئولوژی است، یوتوپیا است. همه کسایی که ایدئولوژی های و سلام معارضه جوره حال وارد میدان کردن، اینا هیچ میوزن بر یوتوپی هایشان، اسیر یوتوپی های خودشان هستن و همایش و نفرت تبدیل میشن. من فکر میکنم که در حوزه خصوصی توصیه عشق و مهربانی اینا ممکن است کارآمد باشد، اما در حوزه عمومی بسیار مشکل است که ما سفارش بدیم که شما به یکدیگر عشق بورزید، بلکه به خاطر از اینکه همو انسان ها گرگ یک دیگر هستند، یک دیگر را می درند و درست است که لاکم آمد و بحث قرارداد، بحث قراردادهای اجتماعی بسیار مهم است که باید آنها به قانون تبدیل شود
و انسان ها یک دیگر را ندهند. این یک مسئله و مسئله دوم است که حوزه عمومی باید تقویه شود. Public sphere. اینجا باید زمینه مکالمه و مفاهمه شهروندان بر اساس منافع و خیر مشترکشان در نظر گرفته شود و خرد جمعی یا اصل بینازهنی این بسیار مهم است که باید به یک شرایط نهادی است. دولمتون بحث چیزم که دوست ما مطرح کردن درست از جناب کرمی همونطور که مطرح فرمودین، دولت قوی اول خود یک بهانه به دست میاد برای دولت های استبدادی، میگن دلیل امنیت مثلا مختل میشه و ما دولت خود قوی میکنیم. دو، ما در دوران پساملی به سر میبریم یه چه کنم توجه میکنیم. سه، اصلا بحث در قالب یک ساختار قرار گرفتن حالا بحث جدید وجود داره که میان ساختار و کارگزار باید ما این رابطه را تنظیم کنیم و او چگونه است؟ او به گونه ای است که ما علاوه که از قدرت سخت گپ میزنیم بر قدرت نرم تکیه کنیم. قدرت نرم چیست؟ مشروعیت است. مثلا کشورهایی که مشروعیت و توسعه است، کشورهایی که توسعه اجتماعی را زمینش مساعد کرده میتونن و همچنان دولت هایی که ارائه خدمات کرده میتونن و به اصطلاح بر اساس مشروعیت خرد اجتماعی رو در وجود خودش بازتاب میده و این به قدرت نرم تبدیل میشه. ارزش های دموکراسی، حقوق بشر، اینا چیزایی است که من فکر میکنم همین واژه رو یک مقدار باید تلفیق کنیم. بگیم وقتی یاد میکنیم که دولت قوی همین دولت هایی است که بیشتر در ذهن دولت قدرتمند با ابزارهای مثلا فیزیکی در ذهن تضایی میشه. دولت هایی که اونا قوی هستن اما این اقتدارشون از او بسیار ابزارهای نرم گرفتن. دولت های مشروع خدمتگذار که اونا زمینه بازی برای مثلا رفتن به دموکراسی را مهیا کرده میتن و اساسشان باید بر ارزش های حقوق بشری باشه و امنیت انسانی باشه. وقتی اینا رو ما با هم ترکیب کنیم من فکر میکنم که تنها اون بحث دولت قوی را در بازی های مثلا ملی و منطقه‌ای و جهانی فکر نکنم که ما جواب شد خوب پیدا کنیم. ما در دوران پساملی و پسامدرن هستیم دولت ملی به استبداد می انجامه. می‌دونید ما از آخر نمیتونیم شروع کنیم. ما نمیتونیم محصول تمدن غرب رو بخواهیم ولی اون مقدماتش رو ندونیم. مقدمات آنچه که در غرب امروز هست به اسم فسامده و فرو ریختن مرزها، همگرایی منطقه‌ای جهانی شدن از کانال دولت‌های ملی قدرتمند گذشته. و از کانال دولت‌های ملی قدرتمند گذشته و لزوماً دولت قدرتمند استبدادی نیست. حتی اگر هم باشد استبداد سنتی لزوماً به معنای اقتدارگرایی نیست، لزوماً به معنای توتالیتاریسم نیست. این توتالیتاریسم محصول خود تمدن غرب. دولت‌های استبدادی در ایران و هند و در امپراتوری عثمانی و در چین و اینها دولت‌های به زعم امروز ما استبدادی بودند ولی دولت‌های اقتدارگرا و توتالیتر نبودند. میزانی از استبداد برای دولت لازمه اگر بخواد امنیت رو ایجاد بکنه، اگر بخواد توسعه رو ایجاد کنه و لذا لزوما نباید به اسم ترس از استبداد و استقبال از آزادی و حقوق بشر و حقوق فردی و حقوق شهروندی برای یک جامعه سنتی نسخه رو بپیشیم که به آن نخواهد رسید. ببینید امروز بحث محیط زیستی هم همینه. غربی ها میان میگن که استانداردهای محیط زیست اینه، چینی ها میگن خیلی خوب شما تو قرن 16 و 17 و 18 و 19 و 20 برای صنعتی شدن هیچ استانداردی رو نپذیرفتید، امروزه برای ما که توی قرن 16 و 17 شما قرار گرفتید میگن که این استانداردها رو رعایت کنید. ببینید بحث من این است، آزادی خوب است عزیزان، دموکراسی خوب است، همه اینها خوبه، حقوق بشر، حقوق فردی و حقوق شهروندی، ولی بدون یک دولت ملی قدرتمند که بتواند بسترهای لازم را برای شکل‌گیری یک اجتماع، یک جامعه مدنی و شرایط زیست مناسب فراهم کنه، دم زدن از این دو مسئله به نظر من همچنان تشکر شما به استاد کرمی.
تجربه اجازه میکنم جناب بیشتر متوجه ما بوده استاد اگر اجازه من میرد از سه نکته خیلی کوتاه یک مبنا قیاس‌پذیر نیستم یک تجربه رسیدن به مدل اینتر خطی نیست توجه داشته باشیم که هر آنچه که در پاریس بگذرد با ما در اینجا باید رو تایید کنیم و سوم ما به یقین گفتم میتونم که طرح دولت قوی هیچ ترس از استبداد نیست، خود استبداد است. شما بحران انتخاباتی در ایران با آوردن آقای مثلا با کنار کشیدن آقای موسوی موسوی با رئیس جمهور قبلا که آلمان دیجور تا به حال تاوان شد ایران میپردازه و بحران انتخاباتی آقای اشرف‌غنی و دکتر عبدالله هم حال ما تاوان شد میکشیم. این توجه داشته باشیم که ما در یک به اصطلاح وضعیت قرار داریم که این وضعیت کاملا قدرت شبکه‌ای شده و شده نمیتونه که ما بگیم هر تجربه‌ای که در جای دیگه شده که با مدرنیت رسیدن این ما هم مانه. تشکر استاد. فکر می‌کنم آقای با معذرت جناب کرد استاد. مثال هایی که میتونه ناشی از اشتباهی باشه همینطور دولت قدرتمند رو زیر سوال. تشکر جناب کرمی. ما خوشحال هستم که بحث را بکنیم. همین اینجا جمعیم. اینطور که باید فقط 45 ثانیه با آقای یا تدری هم میریم. از آدم چیه متخلیق و اخلاق چیم به اون خاطر فکر میکنم که اینجا دوستان خیلی صحبت کردن من مخالف حکومت چیم من تصور میکنم که ما نیاز به یک حاکمی اشمیتی نکنم حاکمی اشمیتی که موقعیت استثنا تصمیم میگیره و مثلا چی؟ یک مسئله، مسئله دوم برای اینکه در پاسخ به دلده ها و دلنگرانی های سفیر سفیر ببینید چیزی سیاست خارجی ما چیزی به نام استراتژی امنیت ملی که در یک جامعه هست محصول تجربیات تاریخی آگاهی که به صورت تاریخی منتقل شده و آمده اینجا و دو تا مفهوم رو من اینجا اصطلاحاً خدمت شما عرض کنم و یک جامعه یا اجتماع نالج کمیونیتی است اجتماع علمی معرفتی است که برای شما هویت سازی میکنه بدون اینکه شما بفهمید و برای دولت هویت سازی میکنه و یک جامعه دیگر سطح نرمال پرکتیس کمیونیتی پرکتیس کمیونیتی چی کار میکنه؟ مبنای عمل را، مبنای کنش را فراهم میکنه میگه مثلا جنگ، صلح، اتحاد، ائتلاف در مثلا با فلان بازیگر خوبه با فلان بازیگر نیست ما در یک چی اینجا و برای اینکه ما اینا را برای اینکه تغییر بکنه دو چیز اینجا لازمه به نظر من یک شوکی استراتژیک هست که همه اینکه باید ببینم و دوم اینکه نقش بازیگرانی هست که اینا باید اونجا فعال بشن و تشکر جناب امیری صاحب، تشکر از همه حضار و تشکر از مهمانان عزیز.